مهدی عربشاهی فعال سیاسی از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. ممنون که همراهمون هستید آقای عربشاهی. اعتراضات در دانشگاه ها بسیار جدی است و همینطور با همین جدیت هم ادامه داره. شعارهاشون هم که همه شعارهای انقلابی از رفتن دیکتاتور میگن. شما این دور از جنبش دانشجویی رو چطور میبینید؟ بله، درود بر شما. ببینید، واقعیت این است که جنبش دانشجویی مثل سایر جنبش‌های اجتماعی ادوار مختلفی داره. معمولاً اگر ما به تاریخچه اینها نگاه بکنیم، یه دوره‌هایی هستش که این جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی بیشتر میشه گفت که سر در داخل خودشون دارن، تمرکزشون بر مطالبات خودشون هست. مثلا دانشگاه ممکنه که متمرکز بوده روی مطالبات صنفی، مطالبات در واقع خاص دانشگاه مثل آزادی‌های آکادمیک و استقلال دانشگاه. معمولا اینا دوره‌هایی که یک گفتمان کلان یا یک جنبش اجتماعی کلان که بتونه جنبش‌های کوچکتر رو به هم پیوند بده وجود نداشته، ولی زمان‌هایی که یک گفتمانی مسلط میشه و فضای یک جامعه رو در دست میگیره، معمولا این جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش دانشجویی هم به نوعی با اون همسو میشن. حالا قبل‌تر مثلا در یه زمانی گفتمان اصلاحات حاکم بوده و می‌دیدیم که جنبش دانشجویی هم همسو شده بود با اون گفتمان. الان که این گفتمان تغییر نظام و یک گفتمان انقلابی در کشور به نوعی میشه گفت دست بالا و مسلط پیدا کرده، جنبش دانشجویی هم کاملا همسو با اون شده. یعنی اکثر کنش‌هایی که انجام میدن، شعارهایی که داده میشه، اهدافی که دارن، نوع سازماندهی که دارن، اینا همه در واقع معطوف به اون هدف اصلی که اون تغییر نظام و در واقع ایجاد یک دگرگونی سیاسی بزرگ در کشور هست، معطوف به اون شده و فکر می‌کنم در این راستا دارن حرکت می‌کنن. که خب این یه اتفاق جدیدی، بعد از سال‌ها در واقع ما این رو می‌بینیم که جنبش دانشجویی به این سمت رفته و در این راستا داره حرکت میکنه. خیلی هم نسلی که در دانشگاه هستن روی این موضوع دارن جدیت به خرج میدن، ابتکارات خوبی دارن از خودشون نشون میدن و میشه گفت که تو این زمینه به نوعی حتی نقش پیشگامو دارن، چون هر روز مشعل این مبارزه رو صبح در واقع دانشگاه روشن میکنن و حالا عصر در خیابون ها ادامه پیدا میکنه. آقای عربشاهی، موج درخواست ها و فراخوان ها برای پیوستن بخش های مختلف به اعتصابات، خصوصا اعتصابات کارگری، افزایش زیادی داشته. تحلیل شما از شتاب گسترش اقدامات اعتراضی و اعتصابی و نتیجه اون چیز؟ خب هم حکومت اینو میدونه، هم در واقع معترضین میدونن که اگر قرار باشه که این خیزش سراسری به جایی برسه، موقعی هستش که این خیزش با یه سری اعتصابات در واقع بزرگ کاری و صنفی همراه بشه. از یه طرف در واقع حکومت خب سعی میکنه جلوی اونو بگیره. ما دیدیم در یک دو روز گذشته در واقع اعتصاباتی در صنایع نفت شروع شده، شاید هنوز اونقدر به اندازه کافی گسترده نشده، ولی اینجا دقیقا اون جایی هست که یه نقطه خیلی حیاتی برای حکومت، در واقع یک شریانی هست که اگه اینجا در واقع اعتصابات گسترش پیدا بکنه، از کارکنان حالا پیمانی و قراردادی گسترش پیدا کنه، کل اون بدنه اصلی شرکت نفت رو بگیره، به اون صنایع اصلی بره، به طوری که بتونه مثلا اون تولید نفت، فروش و صادرات نفت رو مختل بکنه یا دچار اشکال بکنه، طبیعتا اون جایی هست که میتونه خیلی اثرگذار باشه در پیشبرد حرکت. حکومت هم اینو میدونه، خیلی روی این موضوع حساس هست، سعی میکنه فضا رو امنیتی بکنه. من فکر میکنم که الان این اعتراضات خیابانی در واقع مثل یک شعله ای هست که معترضین سعی میکنن اون رو زنده نگه دارن. از طرفی حکومت داره تلاش میکنه اینو خاموش بکنه، چون میدونه که اگر این اعتراضات به نوعی ادامه پیدا بکنه، اون نسلای قدیمی تر که مثل نسل جدید در واقع وسط خیابون نمیان، ولی در واقع بیشتر تو مشاغلی هستن که میتونن اعتصاب بکنن، اونا دارن نظاره میکنن. اونا هنوز بخششون تصمیم جدی نگرفتن که وارد اعتصاب بشن، ولی اگر این شعله روشن بمونه و این حرکت ادامه پیدا کنه، نشانه ها حاکی از این هستش که اونها هم دارن به این تصمیم میرسن که وارد اعتصابات بشن. بله. و اگر این اتفاق بیفته، به ویژه در صنایع اصلی مثل صنعت نفت، من فکر میکنم که این خیزش سراسری چندین گام برای موفقیت رو به جلو برخواهد داشت.